تصمیم گرفتم خودم باشم. اجازه نده رهگذران به زندگیت آسیب بزنن. نویسنده کیم سوهیون ترجمه فریماه بیابانی از حد و مرز خود و دیگری محافظت کن. دوستی داشتم که همیشه شاد و سر حال بود. هیچ وقت او رو افسرده و گرفتار ندیدم. حتی هنگامی که در دوران دانشگاه تکالیف زیاد امانمان را بریده بود و یا حتی هنگامی که مجبور بود شیفت شب کار کند دیگران همه در شگفتی بودند که دوستم چطور میتواند آنقدر مثبت رفتار کند اما آیا واقعا ممکن است یک انسان آنقدر قوی و محکم باشد به عنوان کسی که بیش از ده سال با او دوست بوده است میدانم او بدنی قوی و ذهنی سالم دارد و حساس نیست فکر می کنم که به جای مخفی کردن بخش تیره زندگیش که قطعا وسعت آن هم اندازه بخش های تیره زندگی دیگران است برای خود حد و مرزهایی را مشخص کرده است. حد و مرزی که نه تنها خود از آن عبور نمی کند بلکه اجازه ورود کسی به آن را نیز نمی دهد. این به آن معنا نیست که او بد جنس است و رازهای زیادی برای مخفی کردن دارد. هر کس برای خود یک حریم شخصی دارد. تنها تفاوت در اندازه وسعت این حریم است. هنگامی که جوانتر بودیم با سوالاتی مثل مگه من دوستت نیستم؟ البته که دوست بودیم از حدود خود فراتر میرفتیم و اسم این کارمان را سمیمیت میگذاشتیم. اما بررسی و کنکاش در تمام ناراحتی های دوستمان و عبور از حدود او به معنی داشتن رابطه سمیمانه نیست. همچنین نمیتوان تحت عنوان دوستی پا را از حد و مرزمان بیرون بگذاریم حتی اگر حریم شخصی فردی خیلی محدود و غیر معقول باشد باز هم هیچ دلیل و منطقی برای خراب کردن آن توسط شخصی دیگر وجود ندارد روابطی که افراد در آن خود را به زور وارد حریم شخصی یکدیگر کنند، روابطی ناسالم هستند. در حالی که در یک رابطه خوب و سالم افراد به حریم شخصی یکدیگر احترام می‌گذارند. دوستی خوب به معنی احساس نزدیکی با کسی است که در عین حفظ فاصله او را دوست بدارید. حتی اگر نسبت به من حد و مرز خود را نگه داشته است برای من دوستی خوب است. روابطی که در آنها تعادل برقرار نیست محکوم به فروپاشی هستند.